همچنان بگویم یکی از شخصیت‌های بسیار شناخته شده کشور عزیز ما که در مسائل سیاسی یا کارشناس مسائل سیاسی بگویم شان هستند، جناب سلیم پیگیر. السلام علیکم. سلام سلام. سلام علیکم جناب پیگیر صاحب. خوب هستین؟ بخیر هستین. خوب است. بخیر هستین. سلامت باشید. عبادت قبول باشه. از شما هم چنان زنده. بخیر هستین. سلامت باشین. بسیار معمولی بود ایدا. مثلا نال ببینی که سرخان و هور بشه و دسترخان مسترخان، البته هدف از مردم کابل بود دسترخان گپا نبود، فقط میمان که بیامد. اما خوب زندگیش خوب بود، یک دو دانه کلچه، یک دو تگه کیک و مو ساعت برش شروعش میماندن نگلاس چای بیترینی بود. گپ و گوی نبود دیگه، پشت که از گپ بزنه خانه فلانی رفتم، گراورد خانه فلانی رفتم. ایده مخلصانه از همه مردم بود، از غریب، از نادار، از دارا، از همه گی بود. ببینین خب ما کابلیستیم نه؟ بازمی کابلی رم که هست ای اصلا کابلیست. خب بازی که در صفحات شمال رفته این برادرها ازبک ما کاف قاف میگن. خب بازی شده کابلی وا گفتن نه؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، با تقدیم سلام وقت همتان بخیر. تا عبادت شما قبول درگاه حق باشه. ماه مبارک رمضان از دیگه، دوستا تشنگی و گرسنگی هست و دکمک سختی میه سر آدم. امیدوار هستم که روزای خوب و خوش در کنار خانواده عزیزتان داشته باشین. احمد فیصل عاصم بازم در خدمت شما در دیدار افطار. ای بار خدمت یکی از چهره های مطرح و مردمی و همچنان بگویم یکی از شخصیت های بسیار شناخته شده کشور عزیز ما که در مسائل سیاسی یا کارشناس مسائل سیاسی بگویم شان هستند، جناب سلیم پیگیر. و امیدوار هستم که تا پایان دیدار افطار ما را همراهی کنین. امی لحظه ما در ساحه و منطقه شان هستیم. امی خانه را که میبینین دیگه آمادگی ها را به خاطر ایدام گرفتن، یک کلبه که بسیار مقبول که چقدر رنگ هم شده واقعا اما تا زیبا است. میریم خدمتشان، منتظر ما هستن، افطار هم نزدیک است دیگه، ما را دنبال کنین دوست. خب لحظات افطار هم دوستان نزدیک است و نزدیکتر میشه دیگه. انشالله که خانه هستن دیگه، در جمع هستیم، تک 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 کنیم. رنگ مالی هم تازه است، باش که دستمون رنگ نگیره، حالا خرابی نکنیم. خب السلام علیکم. سلام سلام. سلام علیکم جناب پیگیر صاحب. خوب هستین؟ بخیر هستین. خوب است. بخیر هستین. سلامت عبادت قبول باشه. از شما هم چنان زنده. بخیر هستین. سلامت باشین. ما همیشه مزاحم دوستا میشیم دیگه، این بار اومدیم خدمت شما. هیچ وقت مزاحم نیستین، شما همیشه ملایم هستین. بفرمایید. بخیر باشین. ادامه صحبت ها رو می داشته باشیم دیگه. گفتم تازه رنگ مالیام فکر میکنم خلاص شده. آخه ما کابلیانی برای نوروز عید یا این می رنگ مالی و خانه تکانی است، این از خاطر شما که برنامه تون خوب بود به خانه رو رنگ کردیم. می واقعا یک سلیقه خاص دارین پیگیر صاحب. ما شما تازه معرفت پیدا کردیم دیگه، یک رنگ بسیار مقبول انتخاب کردیم. سلامت باشیم. ما خانه رنگ میکنیم، شما رو میگیم یک رنگ به ما انتخاب کنیم. حتماً انشاءالله. حتماً. با دوستان سلام علیکم. سلام برسه به تمام بینندگان عزیز، دوستایی که همراه شما تشریف آوردن دیگه. صد سلامتی براتون آرزو میکنیم و
انشالله صحبتهای خود در خانه من می داشته باشم. انشالله انشالله. به افطار وقت داری به چیزی؟ وقت داری. خب. بفرمایید. دوستا بیننده باشین دیگه. ادامه صحبت ها را با جناب پیگیر صاحب می داشته باشیم. خب دوستا آمد آمد اید از دیگه گفتیم جناب پیگیر صاحبم خب ماندای کار هستن در خانه من یکم بهش کاروبارم کردن اگر کار نکردن دقیقا رهنمایی خود کردن بسیار خوب پیگیر صاحب خسته نباشین بازم سلامت باشین شما خسته نباشین که از رای دور لطف نمودین به دیار ما آمدین به خانه غریبانی ما تشریف آوردین بخیر باشین تشکر رمضان چگونه سپری میشه و تا این دم چگونه بوده رمضان مبارک اگر راست پرسان بکنین خود هوا ماشاءالله سرد روزا کوتاه بسیار خوب میگذره آدم از تا احساس نمیکنه رمضان امیر رمضانی که در زمستان آمده واقعا احساس خوب داره ما در گرمی ها زیاد تجربه کردیم خود زیاد سن نداریم بر شما خب معلوم است در گذشته هم که به این شکل بوده ما چندین بار گرمی و سردی رو سپری کردیم و درست در هر چیز اراده دسمی رمضان فرض است امر خداوند است اگر گرمی هم باشه آدم اراده ایش داشته باشه دیر میشه اگر سردی باشه اگر هوای معتدل باشه فقط اراده در کار بین که اراده قوی داشته باشیم بله خداوند توفیق نصیب کنه جناب پیگیر صاحب شخصیت بسیار مهربان دلسوز عین حال مطمئن هستم شما برنامه‌شون دیدین در اواخر بعض پیامایی که ما متوجه شدیم واقعا خوشم آمده اما بعض موارد را که در بعض برنامه شما یادآور شدیم زنده باشین سلامت باشین خب ما مدعین خدا در مقابل مردم و وطن خود ادا میکنیم خب. کدام کار فوق العاده نمیکنیم فقط دین خود ادا میکنیم بسیار خوب پیگیر صاحب در مورد فعالیتاتون یکم بیش صحبت کنین فعلا مصروف چی کار هستین قبلا چی مصروفیت داشتین اگر راست پسان بکنین بسیار دیر شد که در سیاست هستم قبلا هم در سیاست بودم امروز هم در سیاست هستم و فردا هم در سیاست خواهد باشم فعالیت ها نمو که در رسانه ها بسیار زیاد میرم هر روز حداقل دو سه رسانه میرم و صدای مردم بلند میکنم نارسایی هایی که در جامعه هست او رو به گوش حاکمین میرسانم و اینمیست که شاید امروز نی ولی فردا در مورد ما مردم افغانستان قضاوت خواهد کردن بسیار خوب ما همون قسمی که میبینم بسیار همون تو یک زندگی بدون کدام آلایش و بدون کدام درد و سر به جنجال دارین و راحت زندگی میکنین از این معلوم میشه که در گذشته و حالا امو بی‌طرفی تو نفس کردین فقط امو سخن را که یا پیامی که نیاز بوده به جامعه رساندین ببینین خانه ما رو دیدین این خانه از پدر ماست یعنی ما از خود ما چیز ندارم و خواهش هم ندارم اما انسانی که میخواه مبارزه بکنه اول نفس باید بکشه ما نفس کشتیم بنان نه سابق من آرگاه و آرگاه داشتم گفته مردم نه حال دارم نه خواهش دارم می چیزی که خداوند مقرر کرده دمون من راضی هستم به خاطر که از حضرت رسول مقبول پرسان کردن که اصطلاح کده چی قیمت است گفت قناعت بنان ما آدمه هستم که قناعت دارم و قانی هستم بسیار خوب با این سخن ها و پیام های شما مطمئن هستم که جوان هم خیلی انگیزی مثبت میگیرن خب در مورد زندگی که شما داشتین دارین از گذشته کم بیش قصه کنین
از رمضانای گذشته کم بیش برام بگوین، از ایدای گذشته بگوین، از بهارای گذشته بگوین، شریک بسازین با دوستا و کم بیش در مورد درس ها و از کجا آغاز کردین، درس ها را پا کجا رساندین؟ ببینین ما یک وقت یادم میاد که رمضان که به زور ما میگرفتیم، خانواده بس خود بده میگفت گرمیست نگیری، ولی تو نیک هر روزه، ولی یکان روزه بسار خورد بدیم که میگرفتیم. بازید که میشد باور کنین که شبانه شبید کالایم خود زیر سر خود میمانیم، بالی خود امام یک روز پیش میرفتیم، خدا ماده فقط می کالا رو بپوشیم. وقت میبود که همگی باید یک جامعه نو کالای نو باید بپوشه. باز صبحکی شاید دیگه ملازان میداد یا نمیداد که ما میخستیم لباس های خودم میپوشیدیم و مبرامدیم. ایدهایی بود که واقعا هید بود، همچنان سال نو که میشد یا نوروز، در نوروز هم مطمی بود کلگی کالای نو میکد، بخاطر که امو کالا رو باز ما در مکتب هم میپوشیدیم. امو یک اول عمل اگه رخصتی میبود بخاطر میله دیقان یا نوروز، باز روز دوم مکاتب شروع می شد. باز با امون لباس ها ما، لباس های نوه که در نوروز برای ما فامیل خریده بودن، باز با امون لباس ها می رفتیم طرف مکتب. ولی حالات شرایط که دیروز بود هم روز نیست. اگر راز پرسان بکنی او سمیمیت های دوستی رفاقت که دیروز بود شاید امروز نباشه. او ایده هایی که دیروز بود و امروز شاید نداشته باشه، به خاطر که در اون زمان باور کنین که تو فامیلا ما میرفتیم خانایشان که چای می آورد و هم سفید، یعنی او جوش در پالوش یکمک بوره، ولی هیچ کس او رو چیز نمی گفت. هیچ کس. بسیار معمولی بود ایدا، مثلا نال ببینی که دسترخان هار بشه و دسترخان مسترخان، البته هدف از مردم کابل بود دسترخانی گپا نبود، فقط میمان که میامد. اما خوب که زندگیش خوب بود، یک دودانه کلچه، یک دوتگه کیک، همون ساعت برش بشریش میماندن نگلاس چای بیترینید بود. گپ و گوی نبود دیگه، پشت که از گپ بزنه که خانه فلانی رفتم، گراورد خانی فلانی رفتم. عید مخلصانه از همه مردم بود، از غریب، از نادار، از دارا، از همگی بود. ولی امروز اگه داری نداری پیدا کو بیار که از کسی پس نمانی. دوستای عزیز، لحظات افطارم نزدیک است و سفره رمضانی را بگیر صاحب آماده ساختن، زیاد با زحمت ساختن. فامیلام دیگه ما گفتیم که یک شوروا میخوریم، دیگه بازم اینا یک کمک زحمت زیاد کشیدن. ببینین خب ما کابلیستیم نه؟ بازمی کابلی رم که هست ای اصلا کابلیست. بازی که در صفحات شمال لفته این برادرهای ازبک ما کاف قاف میگن، بازی شده قابلی وا گفتن نه؟ بله. از او خاطر براتان جور کردیم که در خانه کابلی آمدین باید نان کابلی بخورین. خب اصل فلسفه شما تازه
اطلاعات پیدا کرد. آه اصلا این کابلیس بازو از دصفات شمال ایره وز کاف قافه گفتن قابلی شده. شوربا را باز معمولا کجا کدام ولایت ها بیشتر آماده میکنن؟ شوربا را شمال کابل مثلا تا جبل سراج اونا بسیار شوربای مزدار، بسیار شوربایی که تند تیز دیگه. بله. البته دو زمانایی که ما میخوردیم و مرچ خشک و بانجانومی خشک میکردن منداختن، یک شوربای تیره مزدار برادم میاوردن. بسیار خوب. خوب است که خاطرای خیلی خوب و خوش از کابل عزیز دارین. این نواسگکتون است دیگه؟ بله آقایی پسر دخترک وسیم جان است، عیفه جان. عیفه جان، عیفه جان یک ساله شده؟ یک ساله و دو ماه. ماشاءالله. عیفه جان چطور هستی؟ سلام. گپ زده دیگه هنوز با اوز یک بابر یا داره پدر یا داره دیگه هنوز ما گفتیم باش که حداقل همه قدر. خب بسیار خوب. نواسه پیشتر رو میادوار شدیم دیگه بچه بادام از نواسه مغز بادام. همه قدر شیرین راست پسان کنین ای مره دوز داره مهیره دوز دارم زیاد. ای پسرتون از دیگه؟ پسرم از وسیم جان استاد است، لسانای خارجی رو درس میده. بسیار خوب. وسیم جان رمضان چطور سپری میشه؟ خوب هستین؟ سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان تلویزیون جهانی آریانا. سلام. بله شکر است، خوب رمضان است امسال دیگه. امیدوار هستم که تمام همتنان عزیز ما روزای ماه مبارک رمضان رو با خوشی سپری کنن. بسیار خوب. لسانای خارجی رو درس میتین؟ چند زبان رو درس میتین؟ و فعلا یک زبان درس میتم، زبان روسی ره. ماشاءالله زبان روسی. یعنی ما عدس میزدم شاید انگلیسی بگین اما روسی. چطور که به روسی علاقه گرفتین؟ حتما اونجا پدر بزرگوارم بوده دیگه، از امو چیز برداشت کردین یا خودتون خواندین جای؟ بله تقریبا خودم خورد در روسیه کلان شدیم، از کودکستان و مکتب پنتون در روسیه خواندیم. خب بسیار خوب. یک مدت شما گفتین استاد که زندگی هم کردین دو. بله یا ما مهاجرت کردیم پیشتر که عرب سر مهاجرت آمد، از این شروع کردیم اجان باز رفتیم مسکو، از مسکو نروژ و جرمنی بالاخره پس دو وطن آمدیم. خب یک دوره سفرها رو رفتین، از این خاطر حال زیاد علاقه ندارین به خارج؟ گفتم کل جای گشتم ولی به وطن نمیرسه. کابل زیبا و افغانستان رو نیافتم. واقعا که افغانستان جایی است که میگن وطن مثل مادر است. مادر است در واقع. همون رقم که مادر آدم پرورش میده پسر خود، همی شکل همی طبیعت و ها و هوا همی رقم هر انسان پرورش میده. وطن مادر بزرگ است بسیار. اگه آدم ببینم مادر، درست است که هر کدام ما شما مادر جداگانه داریم که انسان نه ماده بطن خود نگاه میکنه بعد از دو سال شیر میده، ولی وطن تا که زنده هستی از هوایش تنفس میکنی، آبش میخوری، آفتابش، بازی وطن زیبا را که خداوند ما شما را داده، ای چهار فصل زیبا مید نیافتم در هیچ دنیا، چهار فصل که داشته داریم ما شما نه هیچ کشور نیست، باور کنین. در وقت همین چهار فصل تکمیل میشه در تکمیل است. بله. ببینین بهار چی زیبایی هایی داره، افغانستان تابستانش میوه ها، ای آبای سرشار، کوهای سر به فلک، باور کنین در هیچ کره زمین نیست در هیچ جاش. چقدر وقت بعد به وطن برگشتین؟ یعنی چند سال میشه؟ ده سال میشه ما تو افغانستان دوباره برگشتیم و به طول ده ساله زندگی میکنم در خانه خود. امیدوار هستم که همیشه همتون در کنار خانوادهتون خوش باشین. از پسرتون هم خواهش میکنم که چند دقیقه با زبان روسی صحبت کنن. میشه یک رمضان هم ایده یک تبریکی بتوین پیش از پیش آمده آمده ایده و رمضان یک کم در موردش صحبت کنن، در مورد فضایل رمضان ببینیم چه قسم از دوستا ما. Всем здравствуйте. Надеюсь, что у вас у всех все хорошо.
Надеюсь, что в этот священный месяц Рамадан вы со своими семьями живете в благополучии, в счастье, в достатке. И надеюсь, что Ид вы также будете встречать всей семьей. Желаю вам всего, всем хорошего. Спасибо. خراشو شفامیدیم دیگه ایشنی بسیار خوب. حالا جانب پیگیر صاحب شما بگید چی گفتن نگه ما شما خوب آه ما میفهم تسلط کامل دارید آه رمضان تبریکی دادن گفتن که امیدوار هستیم که ایام رمضان مردم ما بخوبی و به خوشی سپری نماین و همچنان عید پیش از پیش برای مردم خود تبریکی عرض میتیم و عید خوش برای مردم خود آرزو کردن. بسیار خوب. بسیار خوش شدیم جناب پیگیر صاحب از صحبت های شما، از اینکه با شما معرفت پیدا کردیم، با پسر شما نواسعکتان و مینه دوستا دیدن دیگه، واقعا دوست داشتنی است. یک زمانی که ما امروز شما بودیم چند لحظه خیلی خوش گذشت و از اینکه با زحمت شدین و امروز ما واقعا ایرام دیگه انشالله که خدای پاک پاداش نصیب شما بگردانه. در اخیر پیام شما رو میخواییم بشنویم و با جمع دوستان خداحافظی کنیم چون لحظات افطارم نزدیک است. پیام همیست که اما تو که ماه مبارک رمضان همه ما مهمان الهی هستیم، از مردم خود خواهش میکنم که تا که جان دارین یک دیگر کمک کنین. ما رو خداوند به می خلق کده که من حیث انسان ها یک دیگر کمک بکنیم و در درد و رنج و خوشی یکی دیگه شریک باشیم. بین که جنگ بس بکنیم، صلح آمیز همه مسائل وطنی خود حل بکنیم. این همیست پیام ما به مردم افغانستان. بسیار یک پیام عالی انشالله. با می امید همه افغانای عزیز هستن، شما به کارهایتان موفق باشین. از شما یک جان تشکر. شما کدام پیام نداری؟ نخیر، فقط تمخه که با گفته جناب پیگیر صاحب ما ممرایشون موفق هستم که امیدوار هستیم که بخیر وطن ما و تمام وطنهای ما همیشه خوش و خوشحال و خندان باشن، دور از غم باشن. تشکر، سلامت. خب لحظه شماری میکنیم دوستا، تشکری میکنم از اینکه آریانا رو به خاطر دیدن انتخاب کردین و دیدار افطار با جناب پیگیر صاحب شما بیننده بودین. واقعا یک برنامه خیلی خوب و قصه‌های خیلی شیرین داشتیم، از داشته‌هایشان مستفید شدیم. از دعای خیرتون ما رو فراموش نکنین. امو شعر به یادم آمد، می ما را ز دعا کاش فراموش نسازند، رندان خرابات که صاحب نظرانند. در موقع افطار بر وطن خود، بر مردم خود، بر ایمان خود و برای رایی که ما میریم باید دعا کنیم. تشکری میکنم. اوقات لحظات خوش، فردای بهتر از امروز برای همگی آرزو میکنیم. خداوند نگهدارتان باشه. Thank you.